در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تجلیل از 99مین سال روز جشن استرداد استقلال افغانستان در نقاط مختلف این کشور و پیام تبریک رئیس جمهور ترامپ به دولت و مردم افغانستان به مناسبت این روز، گرد همایی بزرگ مسلمانان در مراسم حج، عربستان سعودی امسال میزبان حدود 2 میلیون مسلمان برای ادای مراسم حج است و برپایی مراسم گرامی داشت کوفیانان منشی عمومی سابق سازمان ملل در زادگاهش افریقا و سراسر جهان. سلام، به برنامه امروز یک شنبه 19 ماه آگست سال 2018 خوش آمدید. برنامه ما هم اکنون در فیسبوک دری صدای آمریکا نیز به طور مستقیم در حال نشر است. من یلدا بکتاش هستم و از شما دعوت میکنم در نیم ساعت آینده همراه برنامه ما باشید. امروز 28 اسد 99مین سال روز استرداد استقلال افغانستان است. در کابل و بسیاری از ولایت‌های افغانستان مردم با تجلیل از این روز و نهایی سازی آمادگی‌های عید قربان خواهان اعلام آتش بس از سوی حکومت و طالبان هستند. در همین حال دیشب رئیس جمهور افغانستان در دیدار با نمایندگان احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی و جوانان گفته است که برای پلان کاری و عملی جهت اعلام آتش بس جدید آماده می شود. بزرگداشت از 99مین سال روز استرداد استقلال افغانستان. در آستانه عید قربان و در حالی که حملات طالبان بیشتر شده است، اما بسیاری از شهرهای افغانستان امروز صحنه شادمانی ها و بزرگداشت از این استقلال بود که میگویند 99 سال پیش با قربانی های فراوان به دست آمد. روز جشن است، مردم تجلیل میکنند، ما هم چنان برآمدیم همراه هموطنان عزیز خودمان، ولی متاسفانه کسی که بر افغانستان آزادی آورده قبر و مقبره اونا بسیار در حالت بد قرار داره. امسال جشن استقلال افغانستان در آستانه جشن عید مصادف است و مردم هم خواهان اعلام آتش بس و پایان جنگ. مردم ما خیلی خسته است، خیلی مشکلات دیدن، دیگه ما خواستیم که بر روی مردم خود یک لبخند بیاریم و به دلیل می فدراسیون موتور سپورت امروز همینجا یک نمایش برگزار کردن. دیشب رئیس جمهور افغانستان نیز در دیدار با این نمایندگان احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی و جوانان گفت که پلان کاری و عملی برای اعلام یک آتش بس جدید آماده می شود. آتش بس خوب است، طرفدارش است، اما آتش بسی که مطابق قوانین نظامی باشد، به این معنا که ما احزارات بسیار بلند ماری بیوری داشته باشیم، کشف استخبارات بسیار قوی داشته باشیم که حرکات دشمن زیر نظر داشته باشیم و هر کس در ساحه خود باشه. ما در ساحه خود، طالب در ساحه خود. دیروز اعضای شورای عالی صلح و شورای سرتاسری علما نیز در دیدار با رئیس جمهور خواهان اعلام آتش بس شدند. در این میان مردم میگویند که اگر طرفهای جنگ آتش بس کنند و این آتش بس درازمدت باشد، این کار جشن بزرگتر از استقلال و عید برایشان خواهد بود. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، کابل. رئیس جمهور ترامپ در نامه به رئیس جمهور غنی 99مین سالگرد استقلال این کشور را به وی و مردم افغانستان تبریک گفته است. رئیس جمهور ترامپ رهبری حکومت وحدت ملی را به خاطر تلاش ها و تعهدشان به صلح، امنیت و اقتصاد پایدار در افغانستان ستوده است. وی در این نامه افزوده است نیل به یک راه حل سیاسی صلح‌آمیز تعهد مشترک است که دو کشور را به یکدیگر پیوند می دهد. وقت این آرمان تحقق یابد، آرزوی ما این است که ایالات متحده آمریکا همچنان روابط خیش را با یک افغانستان یک پارچه، آرام و مدغم شده در منطقه اطرافش تعمیق بخشد.
مقام های محلی در ولایت فاریاب در شمال افغانستان از سقوط ولسوالی بلچراغ فاریاب به دست طالبان خبر دادند. دکتر نقیب الله فایق والی فاریاب به صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتی این ولسوالی از 3 روز به این سو تحت تهدید طالبان بودند و هیچ گونه کمکی به آنان صورت نگرفت. بر اساس گزارش های تایید نشده دیشب ولسوالی بلچراغ فاریاب بدون درگیری به دست طالبان سقوط کرد و تمام نیروهای دولتی و سربازان که شمارشان به حدود 40 نفر می رسیدند اسیر طالبان شدند. طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب و صدای امریکا گفت که هنوز هم 11 ولسوالی دیگر زیر تهدید است. اما در مورد آتش بس احتمالی با طالبان و پیامدهای مذاکرات صلح با این گروه با مهمان برنامه جناب آقای محمد جواد رحیمی کارشناس سیاسی که هم اکنون در استودیو با ما هستند گفتگو میکنیم. آقای رحیمی با سلام و وقت بخیر و با سپاس از اینکه لطف کردین ما در برنامه حضور پیدا کردین. آقای عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در خطابه خود لحظات قبل اینا اشاره کردن، گفتن که طالبان اگر در حکومت افغانستان آتش بس اعلام کنند و طالبان این کار را نکنند، آتش بس به نظرشان نافذ نخواهد بود. واکنش شما در این زمینه چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون آشنا. خوب، رسیدن به صلح و تأمین ثبات در افغانستان حق مسلم و یکی از نیازمندی های اصلی و اساسی جامعه افغانستان و از خواسته های عمده مردم افغانستان می باشد. اما رسیدن به صلح و ثبات و دست یافتن به او رویای برحق مردم افغانستان توأم با نارسایی ها و کمبودی هایی بوده که معمولا عاملین اصلی آن بازیگران جهانی و همچنان رهبران اصلی افغانستان می باشند. طوری که شما پرسیدین، تأمین صلح و همچنان اعلان یک آتش بس جدید از یک موضع قدرت و قوت باید صورت می گرفت و همچنان در موجودیت یک اتحاد و همبستگی میان رهبران درجه یک افغانستان. اما امروز که ما میبینیم از یک طرف آمادگی برای یک آتش بس اعلان میشه و از طرف دیگر شک و تردیدهای از طرف شرکای اصلی حکومت وحدت ملی از یک طرف مردم و ملت افغانستان را نگران میسازه و از طرف دیگر یک به شکل از اشکال به نیروهای مخالف دولت هم نیرو و توان میبخشه تا در خاک و به خون کشانیدن ملت افغانستان مثل گذشته ظالمانه و خصمانه عمل بکنند. جناب رحیمی، طالبان در یک بیانیه که به مناسبت عید قربان منتشر کردند دوباره تاکید کردند که صرفا میخواین با امریکا مذاکره مستقیم داشته باشند. آیا به نظرتان این اصرار مکرر طالبان به اینکه با امریکا مستقیم مذاکره بکنند تقریبا تاثیر برای دولت افغانستان نمیگذاره خواستهش که میخواهد طالبان را ترغیب بکنه به صلح؟ دقیقاً، خواست طالبان هیچ گونه همسویی و وجه مشترک با ارزش‌های اسلامی انسانی و همچنان با قواعد و مقررات سیاسی و قانونی ندارد. شما میدانید که طالبان و مخالفین مسلح دولت از یک طرف خواهان خروج آمریکا از افغانستان هستند، اما در عین حال خواهان مذاکره مستقیم با آنها هستند. اگر موجودیت نیروهای خارج در افغانستان مشروعیت ندارد و یا برای مخالفین قابل قبول نیست، پس مذاکره مستقیم با آنها چه معنی داشته میداند؟ فعل هزا موقف ها و بیانات ضد نقیض و همچنان موجودیت منافع مشخص و اساس آجندای استخبارات خارجی کشورهای خصوصا کشورهای همسایه میتونه که یکی از دلایل اصلی برای باشه که طالبان خواستار مذاکره مستقیم با آمریکا باشه، که از یک طرف به خواسته هاشون در افغانستان برسن و از طرف دیگر در سطح بین المللی صاحب یک هویت و یک جایگاه مقتدر و سیاسی شده بتانند. بله، و اگر طالبان به این اصرار خود مبنی به اینکه اینا میخواهند مستقیم با آمریکا مذاکره بکنن ادامه بدن، فکر میکنین سرانجام باعث از این خواهد شد که آمریکا قبول بکنه که با طالبان مستقیم وارد مذاکره شوند؟ خب، متاسفانه اصل مسئله است که از بعد از فروپاشی رژیم طالبان در افغانستان عدم یک تعریف مشخص از دشمن و همچنان موقف ها و بیانات ضد و نقیض در خصوص رسیدن به صلح و مخالفین دولت افغانستان ما را وارد این بنبست فعلی ساخته. شما میدونید که ما هیچگاه یک استراتژی مشخص به خاطر سرکوب حراس افغانان و یا به خاطر رسیدن به صلح در افغانستان نداشتیم. گاهی به خاطر سرکوب و شکست آنان حرف زده شده و گاهی هم به خاطر یک مذاکره و رسیدن به صلح با آنها صحبت شده. اما
تداوم مذاکرات مستقیم طالبان با آمریکا از یک طرف مشروعیت و جایگاه قانونی دولت افغانستان را تضعیف می‌بخشد و از طرف دیگر برای طالبان طوری که قبلا اشاره داشتم یک هویت بین المللی می‌بخشد. فلهازا آمریکا نباید مانند گذشته یک اشتباه دیگر را تکرار بکنه که در پهلوی دولت افغانستان یک قدرت دیگر را به میان بیاره و با مذاکرات مستقیم با آنها هویت و روحیه ببخشه که نه تنها که ضرر آن به ملت افغانستان بلکه به دولت آمریکا هم خواهد رسید. شما به عنوان تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان پس چی راهکاری را به دولت آمریکا یا افغانستان پیشنهاد میتین برای اینکه بتونن ترغیب بکنن طالبان را که به پروسه صلح بپیوندن؟ خب در جریان 17 سال اگر ما به یک صلح و ثبات در افغانستان دست نیافتیم بیانگر چند موضوع میتونه بوده باشه. اول قول که طوری که قبلا اشاره داشتم نبود یک تعریف مشخص از دشمن و همچنین یک راهکار بسیار واضح و مشخص از طرف آمریکا. آمریکا اگر واقعا در پای این هست که در افغانستان ختم جنگ و ناامنی صورت بگیرد باید مالکیت پروسه صلح را به افغان ها بسپاره. شما میدونید که در عید سعید فطر یک آتش بس از طرف دولت افغانستان اعلان شد که بیانگر این بود که مالکیت پروسه صلح به رهبری افغانستان تحت رهبری افغان ها سپرده شده. اما متاسفانه دیر نگذاشت که ما شاهد آغاز مذاکرات مستقیم آمریکا با طالبان بودیم که این خود بیانگر این است که مالکیت پروسه صلح که به افغان ها سپرده شده بود در حال بازپسگیری و در حال ضعف و شکست می باشه که در اینجا مقصر اصلی باز آمریکا خواهد بود، چون که آمریکا باید صلاحیت و مالکیت پروسه صلح را به افغان ها بسپاره و به خاطر رسیدن به صلح و تامین ثبات در افغانستان حمایت های همه جانبه را بر دولت افغانستان و مردم افغانستان ارائه بکند. یک جان سپاس از حضورتان در برنامه. تشکر. وقتتان بخیر. تشکر از شما. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و روز شنبه گفتگوهای دو جانبه را در مهمانخانه دولتی در مسبرگ در شمال برلین برگزار کردند. موضوعات مربوط به سوریه، اوکراین، پیمان هسته‌ای ایران و دو لوله گاز نورد استریم توی روسیه که آلمان در آن مشارکت دارد از محورهای اصلی این گفتگوها عنوان شده است. آلمان پذیرای صدها هزار پناهجوی سوری است و گفته است که تا رسیدن به توافق سیاسی که پایان جنگ در این کشور منجر می شود در بازسازی این کشور مشارکت نخواهد کرد. راننده‌ای که قبل از تصادف در بیرون ساختمان پارلمان انگلستان با موترش اقدام به زیر گرفتن تعدادی از آبرین کرده بود به جرم قتل عمد متهم شد. بر مبنای گزارش پلیس انگلستان ساله خاطر 29 ساله به روز شنبه به جرم اقدام به قتل پلیس و مردم متهم شده است. ساله که شهروند انگلستان از اصالت سودانی دارد. پلیس انگلستان میگوید با وجود اینکه در حال حاضر ساله به جرم دهشت افکنی دستگیر نشده است، اما به دلیل مشخصات خاص این حمله این رویداد به عنوان یک حمله تروریستی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این رویداد 3 نفر زخمی شدند. بزرگداشت از مرگ کوفی انان منشی عمومی سابق سازمان ملل متحد از زادگاهش افریقا تا ایالات متحده و سراسر جهان ادامه دارد. آقای انان برنده جایزه صلح نوبل به نام ستاره پرقدرت سیاسی شناخته شده بود و دیروز شنبه به عمر 80 سالگی درگذشت. شرح بیشتر گزارش در این مورد را از همکارم نجیب خلیل مشنویم که همکنون از اتاق خبر صدای آمریکا با ما هستند. نجیب جان سلام بر شما. آخرین خبرهایی که شما از برگزاری مراسم‌های مختلف بر آقای انان دارین چیست؟ بله یلدا جان سلام به شما. گزارش تهیه کردیم که تمام امی سوال شما را به پاسخ گفته خواهد شد. آنچه کوفی انان برجستگی خاص می بخشه متانت و بردباری و پشتکارش و احساس همدردی عمیق بشریش بود. به این عقیده بود که درد و رنج در یک گوشه جهان به همه مردم جهان ارتباط می گیره. آقای انان در مواجهه شدن با بحران‌های جهانی مثل گسترش ویروس HIV و همچنان جنگ عراق و اخیراً هم تغییرات آب و هوا نقش بسیار مهم را به عهده داشت. حتی زمانی که از وظیفه‌اش کنار رفت در تلاش ایجاد صلح در سراسر جهان بود. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد آقای انان را قدرت برای هدایت به سمت خوبی خوانده گفت او با طی سلسله مراتب مختلف به این مقام رسید تا این سازمان را در هزاره تازه با متانت و اراده بی‌نظیر رهبری کند.
رئیس جمهور ترامپ تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده، اما مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با توصیف از آقای انان گفت وی زندگیش را وقف ترویج صلح و کرامت بشری کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مورد آقای انان چنین گفت: یک سیاستمدار استثنایی در خدمت جامعه بین المللی بود. براک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در مورد آقای انان گفت: مثل چند نفر محدود دیگر مأموریت سازمان ملل متحد را جان بخشید. بیل کلینتون رئیس جمهور سابق و هیلری کلینتون وزیر خارجه سابق ایالات متحده چنین اظهار نظر کردند: کوفی انان یک منشی عمومی واقعی سازمان ملل متحد بود. مرگ کوفی انان مردم را در کشور گانا در افریقای غربی نیز که زادگاه او است متاثر ساخت. کوفی انان یکی از شخصیت‌های برجسته است که ما در اینجا داریم. گانا به خاطر او که زاده این کشور بود ارتقا یافت. یک دستاورد بسیار بسیار بزرگ برای یک کشور بود. بسیار تأثیرآور است. من امروز در واتساپ از این مطلب خبر شدم. زمانی که خبر کوفی انان را شنیدیم بسیار متأثر شدیم. قلب‌های ما شکسته است. به خاطر که وی گانا را ارتقا داده بود، بسیار متاثر هستیم. روحش شاد باد. گوردن براون، صدر اعظم سابق بریتانیا، با ادای احترام از خدمات کوفی انان، وی را اسطوره و صلح‌خواه توصیف کرد. He brought the United Nations into the new century. او سازمان ملل را به یک قرن جدید سوق داد و فضای مقدر را که در میان اعضای آن نهاد موجود بود به بحث و گفتگوها روی موضوعات مثل چگونگی ایجاد عدالت، سوء تغذی، گرسنگی، آگاهی در مورد امراض و بیسوادی مبدل ساخت. البته باید اضافه کنم که کوفی انان از ماه جنوری سال 1997 تا ماه دسامبر سال 2006 برای دو دوره منعیس منشی عمومی سازمان ملل متحد ایفای وظیفه کرد و در سال 2001 جایزه صلح نوبل با آقای انان، خود البته آقای انان امرای سازمان ملل مشترکاً گرفتن. یلدا جان، تشکر. نجیب جان، روزتان خوش. صدها کوریایی به روز شنبه برای تجدید دیدار با اعضای خانواده هایشان که در زمان جنگ کوریا از هم جدا شده بودند ثبت نام کردند. بسیاری از این افراد از زمان جنگ کوریا و تشکیل دو کشور کوریای شمالی و جنوبی هیچ تماسی با اقوامشان نداشتند. از سال 2000 میلادی بیش از 20,000 کوریایی در برنامه تجدید دیدار حضوری با اقوامشان شرکت کردند. تجدید دیدار این هفته پس از یک توقف 3 ساله که تایوان، کوریای شمالی دست به آزمایش 3 سلاح هسته‌ای و تعداد میزایل زد انجام می‌پذیرد. تصاویر منتشر شده توسط نیروی بحری هند نشان می‌دهد که عملیات نجات افرادی که در اثر سیلاب‌های ایالات کرالا در جنوب هند گیر افتاده بودند به روز شنبه انجام شده و کمک‌های اولیه نیز برای آنان فراهم گردیده است. مقامات هندی سیلاب‌های اخیر در جنوب این کشور را بدترین سیلاب قرن در این منطقه عنوان کردند. و گفته این مقامات در مدت کمتر از یک هفته از آغاز این سیلاب‌های شدید حداقل 190 نفر جان باخته و بیش از 300,000 نفر نیز به اردوگاه‌های موقت پناه بردند. زلزله به قدرت 6.3 ریکتر جزیره لومبارد در اندونزیا را یک بار دیگر لرزاند. این زلزله در حال رخ داد که این جزیره در 5 آگوست سال روان میلادی نیست در اثر زلزله قوی دیگری که منجر به کشته شدن 460 نفر و بیجا شدن هزاران نفر گردید متحمل خسارات شدید گردید. تا کنون آمار دقیقی از تلفات این زلزله اعلام نشده است. این دومین زلزله طی 2 هفته اخیر در این جزیره است. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامع.
با سپاس از اینکه همچنان بیننده برنامه ما هستین. عربستان سعودی میزبان حدود 2 میلیون مسلمان برای ادای مراسم حج می باشد. برای کمک به حجاج به علاوه آمادگی های امنیتی، خدمات ترجمه نیز فراهم شده است. در این میان از افغانستان نیز همسال تعداد زیاده به سفر حج می روند. طبق آخرین آمار منتشر شده توسط صفحه فیسبوک وزارت حج و اوقاف، 12400 تن از حجاج کشور به مدینه منوره انتقال یافتند که از این جمله در حدود 25% آن را طبقه اوناس تشکیل می‌دهد. شرح بیشتر در این گزارش. عربستان سعودی میزبان حدود 2 میلیون مسلمان از سراسر جهان است که برای شرکت در مراسم حج که 5 تا 6 روز طول می‌کشد به عربستان سعودی سفر کردند. سخنگوی وزارت داخله عربستان سعودی میگوید برای تامین امنیت مراسم حج در شهرهای مینا، مکه، کوی عرفات و سایر مناطق که حجاج در روزهای حج رفت آمد دارند، بیشتر از 100,000 نیروی امنیتی مضاف کردند. ما اکثرا حدود 900,000 پلیس را موظف می کنیم، اما اگر به دلایل به افراد بیشتری نیاز باشد، ما هر موقعی که خواسته باشند بیشتر افراد را می فرستیم. مسلمانان جهان تا این روزهای طواف مکه معظمه رو به قبله و برای همدیگر دعا می کنند. این اولین بار است که برای ادای مراسم حج آمدم. یکی از آرزوهای همیشگی من بود و شکر خدا که امروز به یاری خدا اینجا آمدم و به طواف مکه معظمه می پردازم. اما در مکه حجاج دیگر با مشکل زبانی روبرو نیستند، به خاطر که امسال برای کمک به حجاج ده ها ترجمان استخدام شدند و آماده کمک هستند. حدود 80% حجاج که به مکه می رسند زبان عربی یاد ندارند، اما تیم ترجمان ها برای کمک 24 ساعته برای ترجمه به زبان های انگلیسی، فارسی، ملایی، هوسا، ترکی، چینی و اردو و به سایر زبان های دیگر برای رسیدگی به حجاج آماده اند. ما کوشش می کنیم که برای حجاج در ترجمانی کمک کنیم، برای آنها راه را پیدا کنیم و برخی از پوسترها و نقشه را برایشان توضیح بدیم. ما به 10 زبان کار می کنیم و ترجمانی صوتی هم داریم. ارائه خدمات ترجمانی برای حجاج کمک بسزایی میکند. از جانب دیگر امسال عربستان سعودی با کمک گزینه تکنولوژی جدید برای راهنمایی میلیون ها حاجی طی مراسم حج آمادند. وزارت الحج والعمره وزارت حج عمره سیستم های تکنولوژی را برای برگزاری مراسم حج در نظر گرفته است و این خدمات برای حجاج لازم است تا با هم دیگر در ارتباط باشند. بر علاوه اجندای زمانی، وقت رسیدن، وقتی که آنها باید به بس ها بروند و موقعی که از یک جای به جای دیگر باید بروند برایشان خبر داده می شود. دیدار از مکه معظمه یکی از مهمترین بخش های توریسم در عربستان سعودی به شمار می رود. حج عمره سالانه میلیون ها دلار از بابت نیازهای سفر مسلمانان، جای بود و باش، وسایل نقلیه و خرید تحفه به دست می آورد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. کمک حیوانات برای صحت‌یابی مریضان با سابقه سرطان، امراض قلبی و تکالیف روانی رو به افزایش است. گزارش جالب از چگونگی استفاده از یکی از این حیوانات را در این مورد با هم می‌بینیم. قرار شواهدی که دیده شده، نوازش سگ‌ها می‌تواند هورمون اکسیتوسین را افزایش دهد که در اثر آن احساس خوب به وجود می‌آید و برای کاهش فشار خون بلند و افسردگی کمک می‌رساند. از سوی دیگر، شانه یا برس کردن مرکب هم در مورد نتایج خوب داده است. مرا آرامش داده و راحتی احساس می‌کنم. صاحب این پارک بدین نظر است. آنها برای از بین بردن افسردگی فوق‌العاده هستند. شما می توانید اینجا بنشینید، از حالت زندگی روزمره و از منطقه مسکونی فاصله بگیرید. مردم زیاد از فاصله های دور به اینجا آمدند و احساس می نمایند که فشار روحی آنها کاهش می یابد. این پارک غیر انتفاعی در شمال شهر نیویورک واقع است که 9 الاغ یا مرکب نقاشی شده، 2 مرکب بزرگ و یکی هم مخلوط از مرکب و گورخر در آنجا پرورش داده می شود.
حیوانات در مکاتب و منازل مراقبت از سالمندان فرستاده می شود. پارک کوچک مثل این که از سوی یک سازمان محلی رهبری می شود، مشکلات کسانی را که از رشد و اختلالات فکری روانی رنج می برند میزبانی می کند. آنها حیوانات را احترام کرده و در این دوره آنها را تغذیه می کنند. در حالی که مرکب در بسیاری از کشورهای جهان صرف بار می برد. کار را که در اینجا انجام می دهند، کشیدن صدای مرکب هاست که همه را می خنداند و گروه های مردم را تحریک می کند تا با هم یک جا شده و راحتی احساس کنند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. بینندای عزیز، همچنان که میدانین جنگ و مهاجرت همواره به روح و روان انسانها ضربه‌های بسیار جبران ناپذیر وارد میکنه و مشکلات روانی بیشماری را به بار میاره. شناسایی بیماری، تداوی و رسیدگی لازم به آسیب‌های ناشی از جنگ و خصوص برای کشور مثل افغانستان که سالهاست درگیر جنگ است مهم و حیاتی است. برای کسب معلومات بیشتر در این باره با محترم دکتر سید کمال جلال، متخصص امراض عقلی عصبی که از استودیوی کابل با ما هستند، گفتگو میکنیم. دکتر صاحب سلام به شما، تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه قرار دادین. افغانستان شاهد چندین دهه جنگ بوده، پیامدهای جنگ تا چه حد میتونه روی وضعیت صحی و روانی افراد تاثیرگذار باشه؟ ما هم براتون عرض ادب دارم. ببینید، 14 جنگ، اگر ما مستقیما جنگ میار قرار بدیم، دو وضعیت روانی را جنگ سبب میشه که ما یک شب به نام اختلال استرس پس از آن هم میگیم و دیگه هم اختلال استرس هات. تفاوت این دو اختلال در مدت زمانش است. اگر کسی که شاهد جنگ است و یا درگیر در جنگ است و یا هم فجایع دیگه که زندگی شخص تهدید میکنه، اگر اعراض علائم کمتر از یک ماه دوام کرد، یک اختلال استرس هات گفته میشه. اگر اعراض علائم بیشتر از یک ماه دوام کرد، اختلال استرس پس از آن هم که معمولا 8% نفوس جامعه به شکل عموم مساید هستند یا مبتلا میشن به این اختلال استرس پس از آن هم. تحقیقاتی که صورت گرفته برالوی از دو اختلال، میگن کودکای که والدین خود قبل از 11 سالگی، یعنی کودک هنوز 11 ساله نشده و والدین خود از دست میتن، و متاسفانه جنگای اخیر ما شاهد چنین موارد بودیم که کودکا بیشتر والدین خود از دادن. در این موارد این کودکا 2 الی 3 مرتبه بیشتر مبتلا به افسردگی هستند. دکتر صاحب، تشخیص بیماری روانی چگونه انجام میشه و اگه به مشکلات بیماران روانی و عصبی رسیدگی نشه، عواقبش برای خود فرد و برای اجتماع چی خواهد بود؟ ببینه، متاسفانه کسایی که مشکلات روانی دارن و موقع درمان نمیشن، مشکلات را که از لحاظ روابط میان فردی با وجود میاره، شاید شخص روابط میان فردی خود از بته، روابط شغلی خود از بته، موقف محیط، موقفی که در اجتماع داره او را از بته، شغلی که داره او را از بته، تحصیل خود شاید نتونه که ادامه بده. نظر به این که مبتلا به کدام نوع اختلال روانی است و شدت اختلال روانی چقدر است، اونم به مو اندازه هم تاثیرات منفی زیادتر می باشه. حتی کسایی که افسرده هستند و قدمی افسردگیشان به مراتب بیشتر از شدیدتر است، شاید هم که اقدام به خودکشی کنند. اینکه چقدرشان موفق به خودکشی میشن یا خودکشی موفق دارن، او بحث علیحدہ است. در مجموع کیفیت و کمیت زندگی شخص متاسفانه مختل می سازه، هم از خودش و هم رابط بین فردیشان. بله دکتر صاحب، بسیار کوتاه اگه بگوین که آیا آمار پشتانه است که چند فیصد از نفوس افغانستان فعلا افسردگی دارن؟ بسیار کوتاه اگه بگوین. ببینید، در دنیا حداقل 1004 نفر یک نفر مبتلا به اختلالات روانی میشن و در افغانستان هم شاید بیشتر از نصف نفوس مشکلات روانی را تجربه کنه. افسردگی هم شاید بیشتر از 15 الی 25% افغان ها مبتلا به افسردگی باشن. تشکر دکتر صاحب از حضورتان در برنامه، وقتتان خوش. تشکر. رئیس جمهور غنی امروز در قصر دارالامان به مناسبت روز استقلال افغانستان اعلام کرد که در آستانه ایام عید قربان، سر از فردا دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی، مشروط بر این که طالبان نیز آتش بس را اعلام کرده و آن را رعایت کنند، آتش بس اعلام می کند.
و اما بخش دری نیز در همین جا به پایان میرسد، اما برنامه تلویزیون آشنا با میزبانی همکارم سید سلیمان آشنا همچنان ادامه دارد. آقای آشنا سلام بر شما، تازه ترین اخباری که پیش خود دارین چی است؟ سلام یلدا جان، تشکر. منگا مهم خبرونه د افغانستان پاړه لرو، د ترکیه پاړه، د اروپا پاړه، مهم راپورونه د امریکای پاړم لرو. خود خبرونه د لنډی زروسته به تفصیل وړاندې کو. افغانستان دولت او ولسونو د افغانستان د خپلواکۍ نهه نوي مه کلیزه ولمانځله. د امریکا جمهور